درود، حرمت، احترام خدمت شما مخاطبین هزارآورد. امیدواریم هر کجایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز با شما عزیزان هستیم با دو نفر و در این مصاحبه قصد داریم روایت هایی از کسانی که از بازماندگان حوادث تلخ و تاثیرگذار بودن و مدتی هست که این حادثه ها سایه درد و اندوه را بر زندگی این افراد گسترانده صحبت کنیم، در کنار قربانیان و بازماندگان قتل های زنجیره سید کیان و خانم این که بتانیم از نزدیک تجربه ها، نگرانی ها، دیدگاه های اونها را بشناسیم و یک ثبت و بازتاب از روایتی عزیزان داشته باشیم. امروز با دو نفر هستیم، یکی آقای لیاقت سنایی که ساکن بلژیم هستند و یکی از خانواده های قربانی هستند که کاکای محترمشان شهید محمد صفا سنایی از بغلان به شهادت رسیدند، و دوم جناب آقای انجینر برهان الدین عقاب از کشور کانادا، یکی از بزرگان و فرهیختگان و باسواد مجموعه هزاره های اسماعیلیه که تحقیقات زیادی در این سالهای متمادی در بخش اسماعیلیه داشت. بسیار خوش آمدین جناب آقای سنایی عزیز و جناب آقای عقاب عزیز در این برنامه. خواهش میکنم. آقای عقاب عزیز، از شما شروع میکنیم. بسیار خوش آمدین. یک تاریخچه از بیوگرافی خودتان برای دوستان کوتاه بیان بکنین، که البته ما گفتم شما ساکن کشور کانادا هستین، اما خوب هست که مخاطبین ما هم بیشتر با شما آشنا شوند. تحصیلات شما در چه سطحی بوده و چه تحقیقاتی را در زمینه اسماعیلیه ها تا الان تانستن انجام بتین و چه تحقیقاتی را برای نشر کردن روی دستان؟ مهربانی. با تشکر و سپاس از شما، من نام برهان الدین است، تخلص مخاب است و من اولین تحصیل کردی اسماعیلیه در افغانستان هستم که از صنف 4 مکتب به مکتب شیرعلی خان که پشتو بود و زبان پشتو درس می‌دادن و در اونجا رفتم و تعداد از قومی ما اون بچه ها رفته بودن که متاسفانه که زبان پشتو رو خوب یاد نداشتن، در اون سال اول اینا اخراج شد و ما بعد از صنف 8 دارالمعلمین رفتم، چون در اونجا هم اولون بیومی بودم تا صنف 12 را یک بورس ماستری را باید برام باید خود نمایندگی امریکا برام داده بودن، ما باید امریکا میرفت. وقتی گرفتم پیش وزیر معارف گفت که چون ما پشتو رو مثلا فوق‌العاده یاد داشتم برای مکتب پشتو خوندم، در اونجا که من باید برم صبح شرکت کنم، اونجا که رفتم میرم برو پیش وزیر، اونجا که رفتم در یک دفعه با زبان پشتو شروع کرد گفت هزارو رفتن به امریکا بسار با تحجیب برای من میگه پس من دیگه هیچ فکر نمی کنم که یک وزیر به این سطح ما چای جوان خورد بوده باز من براش من با زبان پشتو براش گفتم که واقعا اینمی روحی فاشیستی بود، برای بسیار انگیزه داد و خوشم آمد که من تا بالاجی چی برهنه صحبت ما هزارها هرگز به مستبدین سر تعظیم از اونجا برآمد واقعا رفتم. پس مگر آخرین روزای سن دازیم بود گفته بود که در مکتب سفر بکنیم، برخلاف استادایی که در اونجا بودن من سب فوقلاله پشتو رو میاد داشت پشتونم این نوشته کده بودن دیگه جایی نداشت کلش از ما ده بودم جا ما این گفت به خاطر از این میگیم که یه جا خونه از کل استادا دمی پولوی کلانامی که داده بود در اونجا نشته کده بود که صد و آفرین ده این صد و آفرین ما گفتیم استاد مردم نهتر یعنی میتونه که اگه آدم یک مثلا در مزامر خود صدوی گیره، ولی آفرین چیز گفت ای آفرین گفت ای تاکیز در روی وزارت معارف که این باعث یک جنایتکار یک طفل یا جوان انسان نوا و این رویه برخورد کرده و همین زمینه بود که من وقتی از جا فارغ شدم متوجه شدم که چرا ما را چی میکنه، هر کس ما را یده این مادر خدای طور میکنه دیگر این اسماعیلیه را بسیار سخت دویل میکنه. من اولین تصمیل کردیش بودم همین به می انگیزه شدم که من باید این را پیدا بود انگیزه چی هست. واقعا من 20 سال سر از این تحقیق 20 سال میکنم این کتاب های را شما قبول بکنین که امروز اگر بگی اینجا سمت کلانترینش نیست، من هرچی که یافتم گفتم. واقعا من 20 سال سر از این ریسرچ کردم همیانم کتاب فراون کلیج دنیا اسماعیل من 6 جل کتاب نوشت بود، فلسفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کمپیر کردن اندیشی اسماعیل با سایر ادیانی که هست فعلا موجود است. ما این را تای اینمه قدر سال واقعا آماده کردیم همیان یک بچه هم یکی از جوانترین دانشمندای جهان است که همیان در سالی هاست بسی روزمیه تخیل یک ما رفته و یک استیشن فضایی ساخته و به هم پرواز میتونم میاییم دیگه امید و زینی بود که ما را چرا مردم اخه تحقیل می و این امید بود که ما را سرازی یک دوری طولانی را زشتاندیم و میال آماده چاپ است فقط که بیاریم و چاپ می و
از کل دوستان دعوت کردیم در سطح جهان هر کس میتونه که نظریات خود ما چاپ بکنه و اگر خواسته باشه ما روانش نخب بکنه. ما اگر جاهای غلطی کردیم، خطا کردیم، بیا کردیم باید رتسیم. این چیزایی که ما فشرده براتون گفتم که من در طول من انجینر معدن هستم، در وقت مجیز ایست داشتم آخرین وزیرم که مرا رئیس معین وزارت گفتن باز بعد از یا وزیر شد گفتم فقط مرا 5 روز وقت، یعنی که 5 روز ما فراکن برام دیگه مصروف. انگیزه شما کلن انمی بوده که تحقیر و تبعیض علیه اسماعیلیه ها و هزاره ها خیلی بله، بوده بله. و همین موتور حرکت شما شده بله. و بیشتر تجربیات زیسته شما به اضافه تحقیقات علمی شما در ابعاد مختلف باعث شده که شما روی به کتاب بیاورین و تحقیقات خودان خودان را در دست نشر بگیرید، درست؟ بله. و ما در این مورد زیاد چی کردیم برالوی که خب مرا از در پول خمری اون مرکز انجینری ما بودن بازنا یک کسی نمی رفتن گفتن که بر برخشان ما باید یک آدم ضرور برد کسی که باید برد چون در برخشان خونه کل اسماعیلیان بودن ما گفتم ما بود فیسان نتیم فقط این کرای رای مرا بودیم کفایت بودیم. ما هدف این بود که ما باید یک ریسرچی عمیقی در رابطه با اسماعیل بکنیم که مردمی که در اونجا هستن هم اسماعیلیان نا چی داره؟ آیا فقط از غیر از اسماعیل یعنی کلمه اسماعیلی دیگه چیزی هم برای زنان کسی داره؟ یعنی با تأسف و درد شما باور کنیم که از این کلمه یک کلمه بیرون کسی برش نمستن مردم نمیفهمه که اسماعیلی چی هست اصلا کنیم خدا رو تعریف کنم. بسیار عالی، در این بخش دوباره در شما میپردازیم. ممنون از صحبتهای شما و آرزوی موفقیت داریم. خب برمیگردیم در این بخش از برنامه به آقای لیاقت علی صنایعی. لیاقت صنایعی عزیز گرامی، خواستیم از شما پرسان بکنیم، شما هم یک بیوگرافی بسیار کوتاه و مختصر برای بینندگان ما بدین، ای که چی شد در این برنامه حاضر شدین و در مورد خاندان سعید کیان که شما ادعا دارین که کاکای شما شهید صفا صنایعی یکی از قربانیان جنایت‌های خاندان هسته، بیشتر در موردش توضیحات بدین و ای که چه حادثه‌ای گذشت که اینها ترور شدن و برای چی اصلا این سرکوب به وجود آمد. میشنویم از خود. سلام عرض ادب تقدیم شما خوبان که وقت با من وقت خودم میسر ساختین به خاطر جنایت سید منصور که علیه خانواده من انجام شده. تشکر میکنم که اینجا در برنامه تو ما دعوت کردین. دیگه خب جنایت سید منصور علیه خانواده من تقریبا که اینا خیلی سالهای پیش که امروی پدر بزرگم پیش پدر اینا همکار بودن و در برایشان خدمت زیادی بیشتری کرده بودن. در آخرای سالی که اینا در بین خودم سری کدام حرفی سری کدام جای جایدادی که اینا بیشتر از مردم زورگویی کردن، پدر بزرگم علیه اینا گفتن که من با شما دیگه همکار نیستم، کاری از دست من نمیاد که من با شما همکاری کنم که دیگه علیه مردم برخیزید و جنایت کنید و زورگویی کنید و جای جایداد مردم رو بگیرید. باز پدر کنارم از خانواده اینا سالهای نگذاشتن که با پدر کلانم دعوا سر جای جایداد پدر کلانم اینا با دعوا کردن امروشون. دیگه در سال 1395 بود که در تاریخ 28 جدی شهید محمد صفا صنایعی یکی از فرزندان بزرگ محمد صنایعی نیکپای بود که در داخل شهر پلخمری از طریق افراد مسلح ناشناس سید منصور که به قتل رسید. دیگه صفا محمد در روز روشن ترور شدن بله. در بین جمعیت بله در بین جمعیت در داخل شهر پلخمری است. و سال میدن این اتفاق افتاده ای؟ در سال 1395 این اتفاق 27 جدی چون اون طرف وظیفه روان بود کسی که دو افراد مسلح ناشناس که با موترسیکل داخل شهر پلخمری میاد با سلاح شلیک میکنند با دروازه موترشون که مرمی ها تصادف میگن در بدنش و جام شهادت میناشه. خب این چه شما این رو صحبت کردن و شما و خانواده تان فکر میکنین که این افراد ناشناس مسلح از طرف خاندان سید کیان بودن و دلیل را هم انگیزه را هم می میدنین به خاطر اختلافاتی که به وجود آمده بود و کدام دشمن دیگه در این زمینه نداشتن، درسته؟ آیا این پیگیری شد بعد از او یا نه؟ ما رفتیم در ارگانهای دولتی شکایت انجام دادیم، بچهای کاکایم رفتن خودشان پدرم رفتن. دیگه ثبوت شواهدی که ما از دست که اینا به خاطر که فرزندانش وکیل پارلمان بودن در عرصه دولت اینا وظایف بیشتر انجام داده بودن، در اونجا مافیا بزرگی بودن در پایگاه دولت اینا بسیار کارهای در پشت برنامه انجام میدادن. خب
موفق نشدیم که اینا رو ما بیاریم با پنجه قانون بسپاریم که بگیم که اینا همین کار رو کردن. چون که اونا محکمه عدلیه شما دوسیه باز کردین ولی زورتون نرسید به خاطر که اونا قدرت مافیایی داشتن. بله اونا قدرت بزرگی در دولت داشتن چون ما موفق به این کار نشدیم. بعدم که پدرم رو در داخل منطقه در ولایت بغلان در این پایک ترور کردن توسط 4 نفر، حتی ویدیوهایشون هست در تلویزیون تنویر، اونا خبرنگارا ژورنالیستا رفتن ازشون مصاحبه کردن. ویدیوهای شما نام و تخلصشون چی بود اگه لطف کنیم؟ محمد عالم صنایعی. محمد عالم صنایعی و تاریخ شهادت یا ترورشون کی بود؟ کاملا در یاد ندارم. چه سالی بود؟ در سال همون سالش تقریبا در یادم نیست. مقصد ویدیوهایشون هست در پیش مگر ویدیوها هست یعنی ثبت شده همه هست. بله. میتونید یک بخشی از اون رو پلی کنیم برامون؟ بله. این مرد یکی از نامزدان شورای ولسوالی ها از ولسوالی دوشی میباشد. ادعا دارد که شب گذشته از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد لاتوکوب قرار گرفته است. خون به راست شونم باشه طرف جماعتخانه داره میخونه میریم در نماز. یک دفعه روزی یک رای ما را گرفت زدم جنه من مورد نماز روز فاتحه نماز دیگه این روز رفتیم در نماز میرفتیم در پیش جماعتخانه رسیم که 4-5 نفر رای ما را کمین گرفته برد تفنچه چاقو سنگ چوب درام رگز میگه میخواد من رو بکشم. ما خود میخواد قبل ما اطلاع داشتیم که ما گفتی رو در لوگو کن کنیم ابین ما رو بزنه در یک کیس پرده یک دوسیه پرده شد که از کانده بدان عرض شد. ما نظر ما رو خدا آجی رو بریختم محتم خیره بانی ها بزنه ما نمیزنه خب این انسان از زندگی هستم میشه بری 100 نفر روزی 1000 نفر کشته میشه خب یک چه مکشن دیگه فرار کنم نزی یک خانه دونج رفت دیگه مردم وجود ما رو اما تا یا رسیدن ما رو خلاص کنیم یا بریختن ما مردم میخواد چاکو تانچا میشه داشت پیش بیگه فرار کنم. وای که برادر محمد صفا صنایعی رئیس پیشین خدمات سکتوری مقام ولایت میباشد میگوید که این افراد مسلح بارها از وای خواسته تا از نامزدی در شورای ولسوالی دست بکشد اما با مخالفت وای روبرو شدند. نگن بله خبر نویسه کرد که اسناد 12 نفر اسناد 12 ریاست ماری مدیریت ماری خودش تایید کردن که ولی اسناد داره چرا خاطر جنجال میکنیم دیگه پرسان کن از کماندانی ما خودم اربابم هستم در 15 سال در ولسوال دوشی اربابی مردمان میکنه اربابی طریق خود رئیس شورا بودیم ارباب بودیم فعلا خود کاندید کردیم. پرسان کن از ولسوال از کماندان در جنایی از سارانال از قاضی 24 سال نخمزا مجرسیم یک در پرسان کنه که این آدم با کی دشمنی داشت از کماندانی ولایت من اصلا سر بودیم تایمرایی کنم کنم کیس و دوسی و کنم جنجال با دشمنی کنم کسی داشت دولت از پرسان کن آخی وی که مسئله غیر مسئول را آدم بگیره تو کاندید کرده خود را بکشم کس باسخواست کرده ایت کس باسخواست کنم دولت دیگه کی باسخواست میکنم دنیا رو مسئله غیر مسئول در کس در کجی مکشو تانده کس کس بندی نکده. آقای صنایعی میگوید که برای بررسی این موضوع مسئولان امنیتی بغلان را بارها در جریان گذاشته است اما تا هنوز هیچ اقدامی از سوی آنان صورت نگرفته است. لایه ما در سارمالی دوشی است در پیش جنایی است خودش خبر داره 5-6 دفعه ما اطلاع دادیم خودش کس قصیش نشده یعنی مامیه رو مایی ترون کنه تو دیم نکاز جلب کنه دیم رای دختر ما را گرفته در مکتب میخواست داخل دریا پرتا کنه استلام کنیم از مکتب آوردم پیش جنایی سنگالی این بچه ما رایش را گرفت زلک یک دفعه استلام کنیم از جماعتخانه سر نماز بریم استلام کنیم استلام شمال پیش جنایی است کنیش استلام از پیش جنایی است من داپورش. برخی از اقارب آقای صنایعی از حکومت میخوان تا به زودی افراد را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. در غیر آن تنش‌های بزرگ قومی در این ولسوالی به وجود خواهد آمد. حکومت تعمیر میخوان که هر چاجل افراد مسلح ناشناس بالخصوص همین 4 نفر که در قریه باعث تشنج و ایجاد تفرقه و اینمی تو هرج و مرج میشوند اینا هر چاجل بازداشت بکنند و به پنجه قانون بسپارند. اگر حکومت در این باره جدی نباشه و اونا را عاملین قضیه را دستگیر نکنه مجبور هستن که اینمی قومی که در اونجا قید و قاعده زندگی میکنن امکان داره که بین دو قریه یک تشنج ایجاد شه و یک کشتخون بسیار کلان شه. خیلی نگرانی ما بیشتر از این است که اینه چه وقت ما میتونیم قانون دموکراسی را قانون مردم سالاری را در ساحات مختلف ولایت بغلان ما محاضنه بسازیم و حکومت در این راستا باید توجه بگیره داشته باشد حداقل از صدای مردم را بشنوان تا که مردم در جاده ها حرکت های عدالت خواهی خود ادامه بده و مردم هر روز قربانی شود و یعنی یک روز به روز اگر همی روان ادامه پیدا بکنه مردم نسبت به روان انتخابات بیباور شده و بیباور شده میره. پزشکان در شفاخانه ولایتی وضعیت بهداشتی آقای صنایعی را خوب میدانند. ریسکی از دوشی اثر لاتکو به شفاخانه مراجعه کرده یک جرحه در قسمت راست داره 5 سانتی و کس هر دو ساق یعنی حسوغان فیبولاش میده است. سرخی کبوتی پندگی در قسمت ساید
خورجید سراس شدرافی نمازی خود بسر است. در این حال خواستیم تا دیدگاه فرماندهی پلیس بغلان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم. پدر شما بعد از این حادثه چه اتفاق برش افتاد بعد از اینکه در شفاخانه بستر شد و هیچ رسیدیم؟ چون بعد از شفاخانه که این بستر شد، ما دوباره رفتیم در ولسوالی دوشی که شکایت انجام ورزه نوشتیم. اینا موفق نشدن. ارگان های دولتی در زمان جمهوریت اشرف غنی بودن، چون موفق نشدن اینا را دستگیری کنه و بیا به پنجه قانون بسن. پس فقط زخمی شدید شدن پدرشون. بله. ترور کردن و ترور نافرجام بود و زخمی شدید شدن. بله. خواستم پرسان بکنم او زمانی که پدرشون حادثه برش اتفاق افتاد شما خورد بوده؟ بله، من در سالهای 2000 تازه به یادم آمد که در سال 2017 بود فکر کنم که این انجام شده بود. من در اون وقت در ترکیه بودم. پس شما مهاجر بوده. بله. آیا خانواده شما هنوز هم همون مشکلات را دارن سپری میکنن و آیا در داخل افغانستان یا خارج از افغانستان؟ خانواده من برای فعلا خارج از افغانستان هست. بله، اون مشکلات های خود دارن اما برای فعلا خارج از افغانستان هست. آیا برای دادگاه لاهه شما کدام عریضه ثبت کردین در دادگاه های بین المللی که پیگیری شود یا نه؟ تا برای فعلا نه. خیر. آیا حاضر هستیم که کار را انجام بدین؟ بله 100%. از مراجع بسیار عالی. ممنون، سپاسگزار شما هستم. حس خودت چی هستن نسبت به این حادثه؟ شما مسافر بودی در کشور ترکیه بوده به قول خودت، پدرت چنین حادثه سرش پیش آمده، در ترور نافرجام شده، کاکای شما شهید شده توسط این خانواده و الان شما از لحاظ روحی از لحاظ روانی گاهن وقتی گذشته را مرور میکنید چه حسی پیدا میکنید؟ طبعا دیگه این چیز نرمالی در افغانستان. این جنایت اولش نیست که سید منصور علی خانواده من انجام داده باشه که من بگم حس خوبی نداشته باشم. از لحاظ روحی و ذهنی طبعا انسان ها فرق میکنن. این وقتی که مشکلات های خانوادم رو میبینم در سند خوردی که من مهاجر بودم، اینا را که میدیدم هر روز به یک چیزایی فکر میکردم که اصلا قابل باور نبود. اصلا زندگی به ما خوشایند نبود. درک میکنم و متاسف و متاثر شدم برای شما، برای خانواده شما و کسایی که واقعا بازمانده حوادث هستن. امیدوارم که یک روزی کسانی که جنایت انجام دادن مخصوصا در افغانستان به صورت ناحق و خونهایی را ریختن، اینها به پنجه قانون سپرده شد. ممنون شما، برمیگردم. خواهش میکنم انجنر آقاب عزیز، در شما برمیگردم. انجنر آقاب، من خواستم از شما پرسان بکنم که چرا در بین اسماعیلیه ها وقتی این خاندان رشد مافیایی و رشد مذهبی پیدا کرد، مردم نتونست زورش نرسید برای ازی؟ دلایلش فقط آیا همین بود که ها در دستگاه حکومتی وصل بودن یا یک تعداد انگیزه های دیگه هم بود؟ مثلا ما وقتی میم کارنامه را مرور میکنیم میبینیم که این خاندان وقتی میاین در کشور کانادا یک جماعتی صف میبندن، کسانی که از خود مردم هستن و با دسته های گل این خاندان را مورد استقبال قرار میدن. اینها تحصیل کرده هستن، اینها در خارج از کشور هستن و اون محیط داخل کشور هنوز وجود نداره که بگیم اینا شاید از ترس یا از تطمیع یا مسائل دیگه. غیر از این هم چرا این خاندان همیشه دست اول بوده و رأیای خود از مردم میگرفته با وجود همه این جنایات؟ از شما میشنویم یک ذره در این مورد بپرد. اصلا این گفت بسیار عادی و تاریخی از منداد دانشمنده های کسایی سرش به تنش میارزدن اصلا نکوزو نکرد. در مجموع اسماعیلیه اولین باسوالش مست. ما فکر کنیم که اسماعیلیان در وقتی که مکه ولود شده بودن خاندان نادری یکی از دست تاوضایش ای بود که چون ما در پلخونگی این یک بسیفی بسار کلان هم داشتم، پنج ولایت زیر سر ما بود، این میامد در مکلاب مهدن که ما هم یکنی در پروتر خانه منجا یک خانه مهدن همیشه که میامد پیش من خودش سواد نداشتن ما چطور کنم این پر کنم، ما هم نترسیدیم که مرم با نتانستن که مرم بکرسن. این پروگرام داشتن و برای من اطلاع هم از داخل داده، ولی با بسار ماهرانه تانستم که با گونی اصل تحبیدات بکنم که همی جنایات کمتر شد. خب اگر ای طور شد و اگر ای طور مد همیشه با این کلمات من بشمیرده ای که تو این کار رو بکن باتی یک آدم جاهل و خود همه کار رو بکن. مشکل اساسی در ذهن مردم ما اسماعیلیان ما خاندان کنیان مثل پیامبر معرفی شد، فقط دوستگرایی بشه. شما اگر ببینید اینجا رونه آقا بادار و دیگر ها چرا کشته شد؟ اصلا اینا این هیچ حوادث شریک نبودن. این اصلا خاندان نادری به منصور نادری کلی جنایات کشتار ای کرد، پول داده نمه
آقای سنه است و وقتی که از این بار آمد من گرفته بود با قصر صداره. در اونجا شما باور کنید که اگه نمقدر پول آورده بودن اونجا دادن به رزی که یک در این حال که زیر تحقیب بودن این تحقیبش پس شود و یک گویت رهبری جامعه اسماعیلی را داشته بود. من خودم بالفعل زنده استم که دیال اون را من در اون کتاب نوشته کرد. این قاتل اصلی برادرهای از این خودش رونق ای کشته و آبادار ای کشته دیگر همیشه میارم. من بالفعل در اونجا بودم در اون صحنه که من اصلا از پیتخنیک میامدم در بیمزن اون اونجا امیا خودشان رونق کنم برای خودش گفت که قاتل است. ما را میکشی خودت براحت میتی ما را حتما میکشی و این پلان واقعا تدقیق هم کرد. از خاندان از اونها یک چند بچه و دختر رو دیگه که مال همش برک شدن است. اصلا مال و میراث خاندان نادری رو نه. و این اساس چی بگویم؟ بحث یک ایدولوژی ناموفقی که در بین جامعه ما بود مردم که فکر میکنه تیمه این خودش بعد از خدا منصوب نابود است. و کسایی که احمق و واگوی و اصلاح چی بودن اینا رو در جیبش پیسه بود. و یک هوشیار بودن که این کار نکنه و سرشم میبود. من یکی از نمونه های اساس ما بسار ما ایرانه خدا جد. چون ما هم وظیفه خوب داشتم و میتونم سیره بکشم. ولی مشکل در این مردم ما اصلا هیچ مصور نبود در منش. سید احمد برخوردار را ای کشتن، میر احمد جوینده را کشتن، دیگر را یک چندین، در اون کسایی که از بین مردم برآمد و تحصیل داشت، اون ما را کشت. آدم های بیسوات کنه، آدم را کشت از ما بزنید. یعنی او منم میخواست بکشت. لیکن من ادر برآمدم که اصلا باور نمیکرد. اما کسی که میکشت ما را آمد خانه ما، خانه ما او جایی که من زندگی میکنم در مردم 20 متر تفاوت. اون اونجا ما آدم آمد که فینی آدم میره میکشت. اون از اونجا شما باور کنید که ما صورتی برآمدیم برام از طریق شیخان بندر را آگم و خودم از طریق خیلیتان گیرم. او آدم و شیار و نویسنده و بافهم و نسل جدید اصلا تحملش را نداشت و نداره همیدن. و بدی و پیس که مردم با مو سطح که هست اونمون جا حفظ اینمی بدبختی مردم از اینجا آغاز میشه و یک دیداره که نسل جوان احساس کرده درک کرده و اینکه در آینده از ایچی ساخته نمیشه اونا آمدن ابتدا شمیل آره بود. یه بسر عزی هست که نخص گفت البته از دستگاه محمد را آغاز میشه در حال که اسماعیلیان از نظر تاریخی اگر بحث علمی سازگزاران تاریخ بشه لک انرژی را اولین بار ناصر خسرو بلخی 1000 سال پیش کشف ولی در افغانستان و کشورهای بعدیش اصلا کس نمیشناسه که پاترخته با یک هدفمندی کامل حرکت نسل پویا و دانشمند میبود و بودن اینا را پس کشیدن و قدر با وسقال آمدن کشت و اینمی لحظم همین چیز هست در جامعه اونا ما را پول میتن و دیگه میتن پول نتن و پانزه در خلق میشیزی شما اگر آیا امیدی هست که بشه از خیلی از این موارد الان جلوگیری کرد چون افغانستان سقوط کرد تسلیم طالبان شد و اینها در خارج از کشور همچنان پایگاه های خودان خود دارن و قطعا در داخل کشور و از امو خاطر اولیال در خود شد که نستریخ شما میخوان چی بکنیم که ما در اینجا هم بر دوستا اکثر هم نستریخ بویای اوچکی که اینجا بودن کسان داشتن یا در اینترنت و تمام صفات خاندان نادری در اونجا برسی بدون از این که خودم دخیل اصلا فکت دلیل علمی که اینا واقعا خیانتکاران جنایتکاران تاریخ بشریست باد اینا به محکمی قاب کشون بشه ما همیال سرانی بار پدرهیستیم که اون بچه من بیایه ما این کار میکنیم حد ما مستندات داریم اینا در تاریخ چی جنایت بشری انجام و هنوز هم یک باری در کانادا آمد یک تعداد 500 آمده شما شد را داشتیم نداشتیم یک 15 روز بودم دادن که اینا رو با خود داشته بود ولی گپ سر ازی است که جامعه ما به حد یعنی اولین تحصیل کردش مسازم پایان که من اون یعنیم ولی 5 نفر دیگرها را بخیم مغز از اینا را کشیده بود که اینمی خاندان هم خداست هم پیغمبر است هم پیشواز هر چیز است اگر کسی را بکشم خیر است بخاطر از اینکه اینا حق دار حق چی؟ اینی شتانوز ما میگرد و اینمی موضوع بوده که تانوز هم ادامه پیدا و تعداد حالا کم کم مردم رخته میگه ولی نه یه تعداد مرک خب جایی که ما زندگی میکنیم شما باور کنیم که به اندازه یک سنگ کوچکی که در دست شما باشه یک بندازیم در امون قریه ما که زندگی میکنیم چند خونده دیگه من کبوده اینمی یک سنگ موجود
یعنی کل قوما چه ببینم یعنی مناطق که در دور ما بودن قریه ها و قشلاق آمدن خانه ها را چوب کردن و چیزی نمانده فقط در دره نیکبن این همینجا یک تیرار خول داره بگه کرده و واقعا تا چند وقت دیگه هم دوام میکنه اگر ما کار مثال وسیع تربیتی بکنیم دقایق علمی را ارائه بکنیم و جامعه جهانی هم از این حمایت یا مثال به سالگی با محکمه ما فکت داریم با خود دلائل داریم اینطوری که ما هوایی یک بگیم که اینه ای کار این آدم کرده پس کشتن تا جنایت تا خانه های مردم همه چیز سر زن مردم ما خودم دیدیم صحنه ما دیدیم این فیلم دور از جانش چی جنایات را اینه کرده که اصلا آدم زبان آدم در دهن آدم برابر نمیده که باید کسی رو بگه که اینه این کار از ما خاطرم ما در اینترنت هم برای دوستا گفتیم دعوت کردیم که اینجا بیاییم ما سپاره بکنیم ما تمام با فکت داریم و جامعه جهانی رو مجبور بکنیم که جنایتکار را باید به محکمه آلی خود از این برخت آمده در لندن یک تعداد عناصر اونجا مانده ما این رو به محکمه حق باید چرا یک آدم نکشته قریه ها روستاها نابود شد کل اسماعیله نابود شد هیچ نمیافی اسماعیله بلش یاد اروپا آمدن یا گرختن یا چند آدم این آتوان بودن و پولش آمده نمیشد در جای دیگه گرختن یا شهر کابل هم بود اون ساعت اسماعیل هم دست ندارن ما حالا بگیم که اسماعیل هم نتوست چند تا بوده در این پیام هست و اونجا ما را اون پر فقط جال دارم که هند اگر حرکت ما نامقل بکنه یک دمه وزم میگه کی کشته فلانی کشته نمیگه امر از کجا هست چرا اینو و ما هم پیشنهاد مجلس به شما هم هستی که یا و نه و این نه اگر بتانیم که امی افراد اشخاصی که رو صحنه ها بودن همه را یک جا بکنیم یک میز مدور نشست خاندان کیان داره بکنیم با تمام فکتاش ما دیو و در میاد بودیم هیچ فکتی را داشته باشم و بگویم که نیکنم نکنم بفرم این باید آن خود از دلنده ما باید این کار بکنیم و میدیا هم باید این ما و نظر ما اونمون در لندن باید سایلس رو بخواییم و همراه کردن اگه من جمع‌بندی صحبت های شما داشته باشم چند نکته شما روشن کردین یعنی بیشتر تاکید داشتین یکی آگاهی رسانی شود در جامعه دوم مستندات داکیومنت ها و فکت ها جمع آوری شود دوم شاهدین اقدام بکنن چهارم در بخش رسانه ها فعالیت باشه و پنجم نظر جامعه جهانی در این مسئله حل شود و ای که ششمی که خانواده های قربانیان واقعا این دوسیه ها یا موارد دیگر پیگیری عملی و حقوقی داشته باشن درست؟ بسیار امیدواریم کسانی که مخاطب هزار آورد یا هر چینل دیگه ای هستن کمک کننده از این باشن که ویدیوها بیشتر شیر شود و امی موارد و مخصوصا بقیه هزاره ها که در جای جای دنیا هستن متوجه شوند که فکت های غیر قابل انکاری وجود داره که اگر قوما خودشون کمک بکنن میشه که جلوی رشد قارچوار خاندان مافیا را گرفت سلام باشید به شما برمیگردیم آقای صنایع عزیز باز به شما برگشتیم شما من حیث یک جوان چه انتظاری دارین از جوانان همسن و سال خود از سایر دوستان و قوما و کسانی که فعلا یا در داخل کشور یا در خارج کشور صدای شما را میبینن تصویر شما را میبینن برای که کمک بکنن هم به شما و هم به خانواده شما یا متضررین شبیه به شما چه باید بکنن توصیه شما چی هست؟ توصیه من به جوانای امروز و نسل امروزی ما نسل فردای ما این است که کسان را در جامعهشون انتخاب بکنن بزرگای را انتخاب بکنن که برای خودشان برای ملتشان مفید باشه به خاطر برای جامعهشان برای درس و تعلیمشان نباید مثل کم همین گونه است که آقای سید منصور نادری که در طول های سال امروزی که اینا ما رو مکتبای خوبی نداشتیم برای درس و تعلیم خود جای جایداد خوبی نداشتن همه شما اینا زورگویی میکردن و مکتبای دروغینی که به نام خودن اینا ثبت کرده بودن در ولایت بغلان در این یک پای که بعدا در زمان امارت همه ما شما دیدیم که لواهایشان چپه شدن به نام اونا را خواه اصلا مردم پول جمع آوری کردن مردم هایی که محل کمون زندگی میکردن به ساخته بودن دیگه جوانای امروزی و نسل امروز فردای ما باید آگاه شوند
هوشیار باشن برای نسل نسل آینده هایمون که مکاتب بسازن و یا کسان را انتخاب کنند در بین مردم خود یک بزرگ خوب بیشتر خدمت بتانه در جامعهشون، نه این گونه مثل سید منصور نادری و فرزندانش و کسانی که دنبال روی سید منصور نادری است. نباید اینا را فرصت بتن که تا به جامعه امروزی ما شما ضرر برسه. سلامت باشی، من هم برای خودت آرزوی موفقیت دارم و ممنون از اینکه پیام خود خود روشن و واضح برای مخاطبین عرض کردی. آقای عقاب عزیز، من حیث آخرین سوال از شما پرسان میکنم، شما یک تجربه زیسته چند دهه را داشتین، با ظلم ها، با تجاوزات، با قتل ها و با تبعیض ها روبرو شدین. حالا این تبعیض ها هم در داخل مجموعه خود اسماعیلی ها وجود داشت که وجود همه خاندان بودن و هم خارج از این سطح، یعنی خارج از فضای هزاره ها. و خب به هر حال شما انسان خود ساخته هستین، در دیده هستین و عدالت طلب و جزو نخبه ها هم هستین. شما موقعی که در داخل افغانستان بودین، این سکوت مبهمی که وجود داشت، اگر اعتراضاتی به وجود می آمد و اینها از بین مرفت به واسطه های خیلی از مختلف، نسل جوان امروز آگاه تر شدن نسبت به مسائل و می توانن خیلی پیگیری های موثق تر انجام بدن. شما فکر میکنین که چه کاری را باید در این زمینه با جوان ها انجام داد که این خطاها، این ضریب ها در آینده تکرار نشود، یا اگر تکرار هم شد مقیاسش خورد باشه، به این حد فاجعه عظیم نباشه؟ چون وقتی شما، بقیه میگن قطرهای زنجیره‌ای، من میگم قطرهای زنجیره‌ای، ولی شما اینجا از آن کردین که نسلها در حالت نابودی بود و اینها مجبور شدن یک بخش عظیم از اسماعیلیه ها افغانستان را ترک کنن به خاطر امنیت. ای اگر ثابت بشه به این صورت که این خیلی هدفمند بوده، خیلی سیستماتیک بوده و کلا برای از بین بردن مخالفین چنین کاری را کرده، خب مسئله حقوق نسل کشی هم حتی ممکن هست در این وسط تچ بکنه. اینالی جوانانی که پیرو این مسائل هستن و فقط روایات را شنیدن یا روایات دست چندون برای از اینها رسیده و مطالعات عمیق ندارن، اینا چه باید بکنن کمی اتحادشان بیشتر حفظ شود و بتونن پیگیری کنن مسائل؟ مهربانی. یک چیزی که من خدمت شما عرض بکنم این است که نسل جدید ما هنوز دارای احساس عاطفی نسبت به گذشته بسیار کم است. وقتی که اینجا آمدن، چی در امریکا باشه، چی در مثلا در کانادا یا غرب، زندگی انسانی اینجا شکلی دیگر بیج اهمیت است و امکانات مالی و تحصیل و رشد و فناوری جدید و این سرزی میشه که مردم بیج زندگی بکن. ولی نسل جدید ما چیزی را که فراموش کرده یاد اون زشتی تاریخش است و گذشته ندیدن با این در وقت اون کسای در آتش سونی سوزه که فعلا در مونو در این نکپای یه جای نمونده، مثلا طرف سمنگان همه فراد یه مکوهای چونگه را دیگه بسکنید بابا اصلا کسی را نمیدید و اطلاع دارم و افراد هم حتی شما قبول میکنید که در نیوزیلند در این نقطه صفری کره زمین 12 خانه به اونجا رفت. این باعث از این میشه که ما ندانیم که یک پروگرام منظم سیستماتیک چی از نظر اخلاقی اجتماعی اول برای جامعه خود باید، دوم جنایات جنگی اینا را ما از طریق سازمان ملل متحد و محکمه حق بکشیم. من میشیم این است ما سند همه چیز را اختیار داریم، ولی ایست که ما اصلا یک دیگه افرادی که اینجا آمدن زندگیش خوب شده بازیگر با مردم دیگه اصلا بازیگر دعایی که اون رسن او چی بیداد کرده بیسته، اول فقر، جنایت، جرم، کشتار خانوان و متفرق شدن مردم فرق شده رفتن. این که مشکلات بسیار وسیع داره. فقط اگر ما بتانیم، ما چندین بارم از تاریخ نفرمونی طلبت که ما اگر بتانیم نسل جدید همی احساس انسانی هنوز در نهادشان باوچ میزنه، این نیا دور هم جمع شود، ما باید یک ساختار جدیدی بین المللی در رابطه با کشاندن خاندان نادری خواب باید با فکت و دلائل باید دیگاه و ایره نمانیم که تا آخرین قطری خون مردم بکنیم. نا باید به اون محکمه کشونده شد جواب ما مستندات کامل به این داریم و نیست که ما منصور نادری رو بیاریم که نه کارم کردی چند تا غلط نمیشه. ما اون چی واقعیت هایی رو ما خودمان دیدیم و
دوباره ما میخواییم که از در اونجا بکشیم. یک کسی دیگر ما کار نبود. حتی در جایی که خاندان نادری نکرده. ولی خاندان نادری هم دوست هم نیست که میگه پا ما بزن. بخاطر از که رونق یا کشتن. قادر یا کشتن. آقا بادار یا کشتن. این اینی ها سی فرشته بودن. این هم به چای قادر شد. هر سی شا کشت. قادر از که میراز به دست نه. و همیشه در دین نزن پیش از این. اینا ولی من پیشنهاد من نیست. استاری که استریقه ایشی شما آل برسد میدونی در بکار جایس میشنون ما باید در سطح بینیدی اول یک کمیتی اماهنگی دفاع از حقوق مدنی اجتماعی سپاهیان ایجاد بکنیم دی راستا ما با کمک سازمان های بین المللی و اونایی که تحت جنایت قرار میگیرن ما اطلاعات بسیار زیاد داریم به اختیار از ما قرار بدیم و از دیگرهای کمک ها را بخواهیم که همون کسایی که بازمانده و گرفته این بکنه در کهان نمانده توش راست دارم سرز مثل در مزار و در بدخشان و در کلو و در بازیستان که نازم علاقه من نسبت بیه ما چگونه میتونیم که اینا را باید نزیم ما میتونیم سازمان ملل هم ما را کمک میکنم مهم است که آیا ما اراده داریم سلامت و بخیر باشین امیدوارم که جوان ها کسانی که صدای شما و جناب لیاقت را شنیدن واقعا حس را درک بکنن و بتونن یک همدلی خوبی با عزیزان اسماعیلیه داشته باشن چه در بخش خانواده های قربانی چه در بخش بلند کردن صدا و چه در بخش پیگیری حقوقی ممنون شما هستم برای هر دوی شما بزرگوار آرزوی موفقیت دارم انشالله در مصاحبه های بعدی باز در خدمت شما دوستان هستیم و مخاطبین عزیز هم تشکر میکنم که با صبر و حوصله مندید تا این زمان با ما بودن. سپاس گزار از شما که ما را پیدانین که صدای ما را خواهش آقای صنایعی آخرین صحبت اگر دارین با مخاطبین تشکر زنده باشین وقت گذاشتین یه چیز صحبت من ندارم دیگر دوستان سلامت باشین از هر دوی شما بزرگوارا تشکر میکنیم سلامت و بخیر باشین.